خب استاد، به ادامه صحبت هایی که ما شما داشتیم و در ادامه فکت هایی را که در مورد اشرف غنی اشاره کردیم، بخصوص در مورد امو وضعیت ذهنی اشرف غنی و در مورد ظرفیت هایی که داره، سوال ایست که با توجه به او اطلاعاتی که شما داشتیم، او انتباهاتی که شما داشتیم، چطور فکر همکاری با اشرف غنی به ذهنتان خطور کرد؟ با وجودی که نه خاطره مثبتش از اشرف غنی داشتیم، نه تا سر خود انتلکچوال بودن اشرف غنی اعتماد کامل داشتیم، میگفتیم فقط ذهن از او متشکل از خدای پراگنده است، و نه سر ظرفیت اشرف غنی که بتانه کار بسیار مؤثر برای کشور انجام بده، سر ظرفیتشان به طور کامل مطمئن نبودیم. با وجود این فکت ها چطور به این نتیجه رسیدیم که باید با اشرف غنی همکار باشین؟ و هم اطوری اگر کلان، من تصور میکنم که سیاست بخصوص در ارتباط با قدرت پیدا میکند و مناسبات قدرت انزمامی ترین و عینی ترین بخش از زندگی انسان را تمثیل میکند، و شما وقتی که در عرصه سیاست میرسین، دقیقا درست مثل تجارت با آدم های واقعی سیاست میکنین، نه با آدم های ذهنی و خیالی. ما در افغانستان معضل داریم که این معضل در ظاهرش مثلا گاه جنبه سیاسی میگیرد برای خود که در رابطه بین گروه های سیاسی مطرح میشه، گاه جنبه مذهبی میگیرد برخی از قرائت های مذهبی رو به میان میکشند، یا جنبه اتنیکی قومی میگیرد مثلا جنبه زبانی میگیرد، ولی وقتی که دقت میکنیم متوجه میشیم که در یک جای اینمی سیاست یک نقطه اشتراک برای خود پیدا میکند که او کنشگران سیاسی افغانستان هست. بعد کنشگران سیاسی افغانستان هم به طور طبیعی حالا فعلا در کتله های بسیار بزرگ یا به شکل سیاسی یا به شکل فکری یا اتنیکی قومی یا مذهبی در یک جای ظاهر میشن، و شما وقتی سیاست میکنین ناگزیر همین مهره ها رو شناسایی کنین، ببینین قریکی کار میکنین. برای من انتخاب اشرف غنی احمدزی در واقع یک انتخاب پرگماتیستی بود با توجه به معضلات و مشکلاتی که ما در کشور داشتیم. مثلا شما از یک طرف یک جغرافیایی دارن به نام افغانستان، اقوام خاص مثلا گروه های خاص در اینجا حضور دارن، و از طرف دیگر هم یک موزل دارن که پیشینه های بسیار طولانی از دلایل و عوامل را با خود دارن که شما از هر راه رفتن از این بنبست بیرون نشدین. نه قتل عام های امیر عبدالرحمنی واقعا تونست افغانستان را به طرف یک ثبات برساند، نه حکومت مثلا در او زمان امیر امان الله که یک مقدار رفورمیست حرکت کرد خواست افغانستان را به جاده مدنیت جهان برساند، باز شما با پس میرسین. بعد از او باز دوران طولانی سلطنت خاندان نادرخان مثلا، یا یعنی چیزی که به نام عالی احیا در افغانستان معروف میشد، در کودتای کمونیست‌ها مثلا آمدن که یک راه حل چپی بوده با پشتوانه بسیار کلان اتحاد جماهیر شوروی، در راه حل جهادی رسیدن مسلمان هایی که از حکومت خدا بر زمین خدا و انفاذ شریعت گپ میزدن، بعد در راه حل طالب رسیدن، خود طالب هم بالاخره یک راه حل هست، بعد در این دوره جدید با مشارکت گسترده جهان چی در عرصه سیاسی، چه عرصه فکری، چه عرصه اقتصادی و حتی عرصه امنیتی نظامی، شما یک سهمگیری بسیار وسیع و گسترده جهانی رو داشتین که موزل را حل کنین. ولی هرچقدر که پیش میرین موزل پیچیده تر میشه و همه گیر گیج میکنند. شما ظاهرا فکر میکنین که یک سفر باز میکنین، وارد یک فصل جدید میشن که در اینجا میتونن بحران را شناسایی کنن و خط میانگین را به اصطلاح در اینجا پیدا کنن و یک راه حل نشون میتن، اما وقتی که میرن هر چقدر پیش میرن این بحران پیچیده تر میشه براتون. برای من در اون زمان ها احساسم ای بود که خب بالاخره ما یک چانس داریم، ما رو فعلا که قانون اساسی داریم، به هر حال یک سند دموکراتیک هست که بر دموکراسی تاکید میکند، بر هویت و شأن شهروندی افراد تاکید میکند، بعد یک سری نرم ها و ارزش های در درون ازی هستن که اینا میتونن شما را کمک بکنن که راه حل های مدنی را برای حل منازعاتون پیدا کنین. خب انتخابات هم داریم که انتخابات هم و طور طبیعی یک مجال هست بر گردش نخبگان و قدرت، مثلا شما میتونین یک سری تغییرات رو ایجاد کنین در رسی مدیریت قدرت. احساس میکردم که خب ما احتمالا یک راه رفورمیستی وسط را داشته باشیم که در صورت کلان خود خشونت درش نباشه، و این طرف دیگر هم بتونه آهسته آهسته زمینه را برای یک تحول مدنی در افغانستان فراهم بکند. این انتخابات دقیقا همچون یک
فرصت میدادن. در انتخابات 2009 تصور از اینکه شما زعیمتان را تغییر بتن، مثلا آن چیزی که در افغانستان گفتن میشه، یعنی مهره اصلی قدرت آقای کرزی، را بسیار دشوار بود، به خاطر از اینکه اول دو فاکتو وجود داشت در اونجا، حکومت در اختیارش بود، بعد هم یک پیشینه چند سال حکومت داری در افغانستان داشته، بعد هم خب میتونست اگر از یک قدرت بسیار برجسته و کلان نمایندگی کند که افراد مختلف قدرتمندان افغانستان از اقوام مختلف یا گروه های سیاسی مختلف در حول از او جمع بودن. تصور از این که شما از کرزی عبور کنین بسیار سخت بود و نهایتش اگر از او عبورم میکردن، مثلا به دکتر عبدالله میرفتین در خود مخالفش که او خیلی زیاد راه حل برای برون رفت از بنبست و از بحران نشان نمیداد. اما در انتخابات 2014 به شکل قانونی یک فرصت را پیدا کرده بودیم که شما میتونستین یک فصل جدید را در سیاست افغانستان باز کنین. خب چهره های جدید باید وارد عرصه رقابت میشدن. احساس میکردم خب بر اساس برداشت که ما داشتیم فرهنگ افغانستان ظرفیت ازیره نداره فعلا که از این چرخه سنتی سیاست که در محوریت پشتون مثلا میچرخه عبور بکنه. یا دقیقا استدلال بود که با آقای خلیلی نا هم داشتیم، شما میتونین با رای به شکل مثلا ظاهری قدرت را انتقال بتین، مثلا 50% جمعه یک رای را بیارین در دموکراسی را بگین، ولی مهم ایست که هایی در ظرفیت سیاسی جامعه پذیرش پیدا میکنید یا نه. احساس میکردم که ظرفیت سیاسی جامعه پشتون به دلایل مختلف در مرحله نیست که بتونه انتقال قدرت از پشتون به غیر پشتون را برتابد. خب بعد یک نگاه واقع بینا نبود، یعنی این مسئله که با شما مطرح میکنم تو نبود که این صرفا در ذهن خود ما بوده باشد، میره در صحبت هایی که با اشرف غنی احمدزی داشتیم با علمی صراحتش مورد توجه قرار میدیم. از اینجا بود که ما به نقطه های مشترک میرسیدیم، یعنی یک نوع به اصطلاح کمپرومایز کردن، یک نوع سازش کردن که نقطه های اشتراک در کجاست. بعد در اینمی حرکت وقتی که میمدیم احساس میکردیم بین مدعیان قدرت که زمان از جامعه پشتون وجود داشتن کسی برجسته تر از اشرف غنی احمدزی وجود ندارد و دوم کسانی که بتونن هم به طور رسمی اعتبارنامه زیر پیدا کنند در رقابت انتخاباتی اشتراک بکنند و هم شما در بین از اینا امکان زیر داشته باشین که یک سری علقه های را مثلا رگاه های را برای اصلاحگری پیدا کنین بهتر و بیشتر از اشرف غنی نبود. مثلا شما دستان سر سیاف میگذاشتین، سر قطب‌الدین هلال میگذاشتین، سر مثلا هدایت امین ارسلان میگذاشتین، شما دستان سر زلمه رسول میگذاشتین یا امثال هم هر کدام از اینا میدیدین. خب بالاخره این امینا از جامعه پشتون نمایندگی میکند یا از قطب پشتونی سیاست ایتنیکی در افغانستان، ولی قد از اینا نمیشه که راه رفت کار کرده. خب آدم مثل اشرف غنی احمدزی برای من درست بود که من مثلا در از لحاظ فردی نقیصه های خیلی زیادی درش میدیدم، ولی احساس میکردم که به شکل نسبی در اشرف غنی احمدزی ظرفیت وجود دارد که شما میتونید این را به سود یک حرکت مدنی و حرکت دموکراتیک در افغانستان بازسازی کنید. احساس میکردم به شکل اوکی. خب بالاخره در انتخابات باید یک کسی انتخاب شود، یک کسی باید بیاید زمام امور کشور در دست بگیرد. خب اینمی کس واقعی کیست؟ و من احساس میکردم اشرف غنی در این زمینه میتونه یک مهره باشد. انتخاب من برای می احساس بود. یک کنال چگونه به اینجا رسیدم خود از یک قسمتش تصادفی بود. در واقع من دقل میگم که برای من بینان یک معلم بینان یک آموزگار که از معرفت بیرون شام برم یک تصادف بود که در این حادثه یعنی رسیدم در اونجا. من بیشتر تمرکزم در مکتب بود ولی نگرانی سیاسی نسبت به تحولات بعد از انتخابات 2014 داشتم. احساس میکردم که یا ما در این انتخابات میتونم واقعا این چرخه دموکراتیک را در کشور دوام بتیم که پیش بره، یا ممکن است که آخرین به اصطلاح نقطه باشه که در ما میرسیم و یک بار با مو حرفای کو زمان از خروج نیروهای خارجی از افغانستان ناتو مثلا ائتلاف بین المللی مطرح میشه، ما یک بار در یک ورطه خطرناک از جنگ داخلی فرو بغلطیم. احساس میکنم که ما مسئولیت از این داریم به هر حال یه حرکت دموکراتیک در کشور دوام بدیم تا گردش قدرت به شکل مسالمت آمیز به یک سنت تبدیل شود. دیگر کسی به خاطر از این که مثلا حکومت را تعویض بکند به خشونت، به جنگ، به تفنگ، به این چیزها متوسل نشود. توی در ذهن ما بود اما واقعا نمیدونستم اون زمان ها که چی کار کنم. تا اینکه اعتصاب دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل مطرح شد، اینا اعتراض کردن، آمدن در پشت دروازه پارلمان در این طرف تعاول تحسن کردن، بعد به اعتصاب دست دادن. اعتصاب از اینا در ابتدایش فکر میشد که حرکت هست که به صورت زود مورد رسیدگی قرار میگیره و پایان پیدا میکنه، اما
با بی‌اعتنایی و بی‌مبالاتی که از طرف کداران قدرت افغانستان صورت میرفت، میدیده که یه آیسا آیسا داره پیچیده میشه. یه در روز هفتم، هشتم، نهم این چیزها رسیده که احتمال مرگ از این دانشجویان مطرح شد و این طرف هم بی‌تفاوتی که در حکومت دیده میشد. خب ما رفتیم که در این زمینه دخالت کنیم. ما یک از تلاشای ما بود که یک راه حل را پیدا کنیم، به هر حال اعتصاب پایان پیدا کند و ما راه حل های اصلاح گرانه را برای حل معضلات را که در دانشگاه هست اینا جستجو کنیم. در اون زمان هایی که اینجا رفتیم، یک از دوستان ما از حلقه 72 که قشکار میکردیم، در این جریانی که ما از دانشجویان دیدار میکردیم در اینجا وارد صحبت شدن. بعد بس گفت که من حرفای شما را، این گپ هایی که در اینجا هستن، نگرانی هایتان را با دکتر اشرف غنی احمدزی مطرح کردم. وال فعلا خب مسئولیت انتقال مسئولیت نیروهای امنیتی هم سال هم در دوش داره در حکومت هستم. در جریان رئیس کمیسیون انتقال مسئولیت های امنیتی تقریبا رئیس کمیسیون گفت که این در هر کس بر من گفت که اگر رویش بگوین که این موزل چیست من میتونم که کمک کنم. مثلا خبر گفت دکتر اشرف غنی خبر نبود از این. وقتی این رو گفت که من به دلیل اون سابقه آشنایی ها و کارهایی که قد اشرف غنی احمدزی داشتیم احساس میکردم خب یک پیشنهاد خوب هست، برای ازی گفتم که خب میتونه این را پیام ما را برای آقای کرزی برسنه و بگویه که این موزل بسیار پیچیده نیست، ما چرا باید با دانشجویان خود یا مثلا با اینا این رقم برخورد خصمانه کنیم، برخورد بسیار غیر مسئولانه. این رفت و بعد شبش بود برای من زنگ زد گفت که دکتر گفت اگه می طرح مشخصتون را بگین که چی میخواین، ما فردا را در اول صبح همراه آقای کرزی مطرح میکنم. ولی در کابینت حالی مسئله جدی مطرح نشده، گفته شده که بله اعتراض چیزهای وجود دارد ولی خیلی زیاد انعکاس وسیع نداشتم. بعدی را من مطرح کردم، نگرانی های خودم برش گفتم. فردایش حدود ساعتای 8 بجه این وقتا بود که اول دکتر سیما در آلمان بود، ای بر من زنگ زد گفته که اسپنتا زنگ زده و بعد مطرح کرده که این مسئله امروز در ارگ مطرح شده و آقای کرزی اینا هم در جریان هستن، آقای اسپنتا هم وارد کار میشن، شما را مطرح کرده دکتر اشرف اینا هم شما بگین که این موزل ما چه رقم حل کرده میتونیم. بعد ما رفتیم در روستا ها. خب به هر حال امروز واقعا اشرف غنی بسیار جدی کار کرده بود، آقای کرزی مسئله را جدی گرفته بود. تا حدود ساعتای 1:30 بجره گفتگوها و صحبت‌های جریان پیدا کرد، این موزل ختم شد. اما آقای اسپنتا آمد، وزیر تحصیلات عالی آمد، خب کسان از پارلمان آمدن، بسیار به شکل آبرومندانه و خوبش این مسئله ختم شد. دانشجویان هم خوشحال رفتن به طرف خانه‌های خود. بعدی در بی بی سی اینجا هم انعکاس خود داشت. بعد همون روز بود که من یک تشکری سپاسگزاری برای اشرف غنی فرستادم، باز هم از طریق همین دوست ما آقای حیدر اعتمادی که بعدها فوت کردن، فرستادم و گفتم که بسیار نقش خوب را بازی کردن و من تشکر میکنم که حداقل این موزل پایان پیدا کرده. ولی امیدوار هستیم که بخواستای از این دانشجویان رسیدگی شد تا که دوباره بروز نکند. بعدی گفته که دکتر باز هم سلام بر شما فرستاد و بعد گفته که ما شنیدیم که شما در رابطه با مشکلات های مکتبتان هم امروی وزارت معارف کدام جنجال های را دارین، مثلا مشکلات های نصاب تعلیمی هایتان هستن، اگر یه هستن اگر شما یک بار بیاین که ما یک صحبت کنیم، ما میخوایم که یک بار بیاییم بیخی از نزدیک از مکتب هم دیدار کنم، از مکتب معرفت و با شاگرد ها هم صحبت بکنم و مشکلات هایتان را قدی وزارت معارف حل کنم. یه هم بر ما بسیار یک کار خوبه بود، بخاطر که احساس میکردیم که برخی از مشکلات را ما در رابطه با مدیریت برنامه های آموزشی خود با وزارت معارف داریم که بدون یک حمایت یا دقل دخالت از طرف ارگ، از طرف کابینه، شاید راه حل پیدا نکند یا ما نتونیم که با سادگی مثلا مشکلات خود رفع کنیم. گفتیم که آقای اشرف غنی احمدزی در این عرصه هم کار بکند و بخصوص پیام ما را برای آقای کرزی برساند بر ما مفید هست. بعد قد از این یک قرار گذاشتیم، رفتیم صحبت کردیم، بعد بازی تحریک تا که من میام از مکتب معرفت دیدار میکنم. یه آمد از مکتب معرفت دیدار کرد، یک روز تقریبا حدود 6-7 ساعت را در مکتب مان، صحبت ها بسیار جالب اتفاق افتاد و اشرف غنی فوق‌العاده تحت تأثیر فضای معرفت، صحبت هایی که با دانش آموزان کرده بود، با همکاران ما کرده بود، یک مصاحبه اختصاصی رو، یک گفتگو اختصاصی به شکل میزگرد در مکتب داشتیم که بعد در یوتیوب اینا هم نشر شد. این کارها صورت گرفت. از اونجا که
این رفته یک سری وعده های رو داده برای مسئولین مکتب معرفت، برای دانش آموزان که من به این مشکلات هایتان بستگی میکنم، یعنی حمایت ها را شما میکنم. او زمان ها بحث انتخابات اشرف غنی احمدزه یا یک کار سیاسی میکند زیاد مطرح نبود. اتفاقا در اون روزها همی آوازه از یکی متفکر دوم جهان هستم پخش شده بود که در اونجا آمد در شکل یک مانع رو بر شاگردا گفت ما میدونیم که چرا مثلا متفکر دوم شدیم، به خاطر اینکه مقام اول رو برای شما نگاه کردیم، مثلا شما باید برین مقام اول شوین. بعدی اشرف غنی از ما درخواست کرد، گفت من روزهای جمعه یک سری جلسات را با برخی از فعالین مدنی و برخی از نخبه های افغانستان در عرصه‌های فرهنگی و عرصه‌های سیاسی و تجارتی و اقتصادی امثال هم دارم، اگر شما در این جلسات ما اشتراک کنین خوب است، یک سری مشوره های نسبت به مسائل میکنیم، بعد در جریان هم قرار میگیریم اگر کارهایی از دست ما ساخته باشد برای حمایت از معرفت از این انجام میتیم. ما برای اولین بار با یک جمع از دانش آموزان خود یک جای رفتیم در خانه اشرف غنی احمدزاده، در این جلسه جمعگیشون اشتراک کردیم. اون زمان ها من بینان کار آموزشی همچون فرصت هایی که پیش می آمد برخی از شاگردار به شکل نمونهی می بردم در همچون جلسات اشتراک می دادم، بر از اینا زمینه می دادم که اینا مستقیما آشنا شون، مثلا بفهمن که جلسات چیستن. خیلی زیاد طور حس برخورد تابویی و اصطلاح با مباحث سیاسی، مباحث مرتبط با سرنوشتشون هست، نداشته باشن. به هر صورت همون روزی که وقت رفتم بحث های گوناگونی دامی مطرح شد، اشرف غنی از چندین تا اجماع یاد میکرد، اجماع فرهنگی و اجماع سیاسی و اجماع اقتصادی و امثال هم. بعد باز جلسات که ختم شد یک درخواست کرد که بعد از او در جلسات منظم اشتراک کنم، گفتم من متاسفانه شاید اشتراک کردن نتونم در این جلسات، بعد از اینکه در نظر میرسد که سری مباحث بیشتر انتزاعی و کلی هست. گفتم که آیا واقعا میخوای که در سیاست افغانستان سهم بگیری، میخوای که در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کنی یا نه؟ اگر در انتخابات اشتراک میکنیم من حاضر هستم که باید صحبت بکنم و ببینیم که ما با چی نتیجه میرسیم. در غیر صورت این جلسات برای ما یک مقدار وقتگیر هستن، برای اینکه من کارم تمرکزش بیشتر سر معرفت هست، برای این جلسات نمیتونم زیاد اشتراک کنم. این گفته که ما سر از زیاد فکر نکردیم، مرا اگر اجازه بدین که شب من با بی بی گل خانم اشرول غنی با یک مشوره کنم، به خاطر که من هیچ کار در رابطه با مثلا تصمیم های کلان خود خورم بدون مشوره از انجام نمیتونم. گفت که من این رو میگم براتون سوال. فرداش ساعت 7 بجه این وقتا بر من زنگ زد خودش و گفت که اگر شما بتونین که در خانه بیاین که یک مثال صحبت کنیم، یک سری نکته های مثبت برای پیشنهاد شب گذشتهتون دارم. من میدونستم دیگه خب بالاخره نظرش مثبت همین در رابطه با انتخابات هست. البته در پشت پرده ذهن خود این تصور رو داشتم که اشرف غنی به میل نیست که در انتخابات اشتراک بکند، ولی چون در انتخابات 2009 به صورت یک شکست شرم‌آور داشته، به صورت یک فیصدی اندک از رای گرفته بوده، که احساس میکردم که ترس خورده باشد، شاید جرأت نکند که به این چیزا خودش این دفعه وارد شود. ولی برای من مثل گزینه بود، احساس میکردم که غیر از اشرف غنی کسی دیگر نیست که بتونه این وزن را بردارد. دو زمان ها بحث زلمه خلیزاد مطرح بود که برای ما هیچ اصلا قابل تصور نبود که اصلا زلمه خلیزاد بیاید، با وجودی که واقعا کار میکرد. مثلا زلمه رسول مطرح بود، اینا ساوازه هایش در سر زبان ها بود، برادرای آقای کرزه مطرح بود. هر کدام از اینا برای من غیر از اینکه بحران را و مشکلات در افغانستان تداوم بشه کدام راه حل گوشزد نمیکرد. ما حس میکردم خب اشرف غنی هم به دلیل اون ترس را که از انتخابات 2009 خورده احتمالاً جرأت نخواهد کرد. اما این سوال را که ما مطرح کردم بیشتر برای این بود که اگر یه آدم بکند احتمال داره که ما قش صحبت کنیم. من رفتم در خانه اشرف غنی احمدزاده در زیر چلیشان بسید مخانش نشستم. بعدی گفته خوشبختانه که با بی بی گل صحبت کردم و او هم نظرش مثبت بود که میتونم در انتخاب بریم. همونجا بود که ما با هم واقعا اول دست دادیم. من گفتم تبریک میگم براتون و حاضر هستم اینال صحبت کنیم. سخنهای ما دقیقاً از همینجا با اشرف غنی شروع شد. اول سر از همین که ببینیم که چرا به انتخابات اهمیت بدیم و چرا تو باید اشتراک کنی در انتخابات، بعد افغانستان به چی ضرورت دارد. در اونجا رسیدیم که مهمترین نیاز افغانستان حالا فعلا ثبات است و ثبات سیاسی به خصوص در حول تمام ثبات های دیگر میرد. ما اگر نتونیم این ثبات در افغانستان تأمین کنیم، دیگر حرکت هایی که در جامعه اتفاق میفته تمام فعالیت های دیگر ما را به محاق میبره، ما را دچار بحران های بسیار زیاد میکنه. خب برای اینکه ما به ثبات هم برسیم ناگزیر باید با یک ساختار توافق بکنیم که این میتونه ثبات دموکراتیک را در افغانستان برن و هم خب همین نظام دموکراتیک که ما فعلا قانون اساسی داریم، اینال انتخابات هم راه است که اینجا میریم. از اینجا بود که بعد بحث ما سر واقعیت های افغانستان شروع شد، سر اینکه بحران های واقعی چیست اینا.
خیلی به نظر من اون زمان بر من خیلی آموزنده بود، به خاطر از اینکه اشرف غنی در اون موارد نکته های بسیار ظریفی داشت در ذهن خود. نشان میداد که برخلاف از این تصوری که بگیم که این آدم در بنمایه های ذهنی خود یک آدم فاشیست، یک آدم مثلا بدنیت، مثلا یک آدم هستن که به طرف تمرکز خودت میره، نه، احساس میکردم که در اونجاها سبقه روشن فکرانه یا مدنی ذهنش بیشتر سرش کار میکرد. احتمالاً حالا در اون زمان هایی چون در راه رفتن به طرف یک انتخابات بود هم این کمک میکرد که اشرف غنی ظرفیت های مثبت در را بیشتر توجه کنه، و با خصوص که کتاب فیکسینگ فیل استیتس را هم خب با همراهی کلر لاکهارت نوشته کرده بوده، خب در اونجا میدونست که حکومت های ناکام یعنی چی، در کجا حکومت ها به ناکامی منجر میشن و فیکس کردن حکومت های ناکام از کجا شروع میشن. خب برای من بینان یک استاد دانشگاه، بینان یک آدم بسیار انتلیکچوال، بسیار آموزگار خوبم بود. در حقیقت احساس زیر میکردم که من از اشرف غنی خیلی چیزها رو میتونم بیاموزم. وقتی که بحثای ما شروع شد، خوشبینی من نسبت به نیت اشرف غنی احمدزاده و جنبه های مثبت ظرفیتش بیشتر شد. احساس میکردم که این آدم لجاجت نمیکند مثلا، و بحث را هم که میکنیم بحث هست که دقیقا روشمند دنبال میکند. خیلی وقتا بود وقتی که من حرف میزدم اشرف غنی خودش میگفت که من ترجیح میتونم که شما صحبت کنین، به خاطر از اینکه شما پوینت هایتون رو یادداشت میکنین و منظم تر گپ میزنین، بعد من در حول از میرم شما می لید به سر خودش دیگه، یعنی بعد ما بحث داشته باشیم. ما گام به گام نکته ها را نشانی کرده بحث میکردیم، بعد از او از یک نکته به نکته دیگر میرفتیم، از یک نکته به نکته دیگر. ما خودم اینا را یادداشت میکردم، قسمت های ازیر است که خیلی حساس بود ثبت میکردیم. خب بس ما گاه دو ساعت یا نیم ساعت در صبح دوام میکرد، گاه دیگر که ضرورت میفتاد اگه شام میخواستن میرفتیم صحبت میکردیم. این بحث ها بسیار طولانی شد، یعنی تقریبا اگر بگویم به طور منظم تا در همین 5 ماه پیش از رفتن به طرف ثبت نام انتخابات به طور منظم این بحث ها دوام داشت. و بر من احتمالاً میگم یکی از آموزنده ترین سری مباحث مرتبط با شناخت افغانستان همین مباحث بود که باشه سعی داشتم. این آدم با قدرت در نزدیک آشنایی داشته یا سرکار داشته، این با آقای کرزی در اون زمان ها رابطه بسیار نزدیک داشته، دقیقاً میدونست چیست، با آمریکایی ها سر و کار داشته، نزدیک میدونست، حتی حساسیت آمریکایی ها رو میدونست، با جامعه پشتون کار میکرد، با خصوص که در این جریان کمیسیون را که داشته که مسئولیت های امنیتی را انتقال میداد، خوبی در مناطق مختلف سفر میکرد، یک قسمت هایش غلو میکرد که مثلا من اینقدر از نزدیک با مردم آشنا میشم و صحبت میکنم، ولی به هر حال واقعا هم در تماس نزدیک با مناطق بود. یه از نزدیک میرفت در بدخشان، از نزدیک میرفت در خوست، در پکتیا، در قندهار، مثلا در هرات، در فاریاب، بامیان، یک اولنگ رفته بود. خب اینا را هر کدامش وقتی که بیان میکرد نشان میداد که زمینه برزی دارد که واقعیت های افغانستان را به شکل دست اول انعکاس بده که ما سرش صحبت کرده بریم. خب به هر حال تجربه های را هم که من از آشنایی و شناخت در رابطه با سیاست افغانستان اینا هم داشتم برش یک مقدار خوب بود. کتاب مرا خواند و کتاب مرا بسیار دقیق هم خواند اتفاقا، یعنی احساس میکنم بسیار با مسئولیت خوانده بود، بعد نکته های بسیار ظریف را از او نشانی کرده بود که اینا را احساس میکرد ما میتونیم به عنوان تجربه هایی که در تاریخ سیاسی افغانستان داریم برای حرکت بعدی خود استفاده کنیم. خب اینمی بحث ها آهسته اعتماد مرا بر اشرف غنی و حدس میگذنم که اعتماد او را بر من بیشتر کرده رفته. اصل داستان همراهی ما قد اشرف غنی که شما پرسان میکنین که چطور شد که برای این آدم اعتماد کردین، دقیقا یعنی توریست. من نمیتونم که بگویم که اینا خیلی پیشبینی شده بود، ولی به نظر میرسه که ما در یک چرخه افتادیم که این چرخه آهسته آهسته گام به گام ما رو برای همدیگر ما بیشتر قابل اعتماد و قابل شناخت ساختند. چطور بود به این نتیجه رسیدین استاد در او زمان که اشرف غنی انتخابات هم میبرد؟ اشرف غنی مثلا یک تجربه ناکام در 2009 داشت، ما قبلا هم سر بعضی مسائل دیگه صحبت کردیم که درست است که اشرف غنی از نظر نسلی و نژادی پشتون بود، زبانش هم پشتون بود کاملا درست، ولی خب پشتون خب یک کتله یک دست نیست، پشتون روستایی داریم، پشتون شهری داریم، پشتون داریم که مثلا متعلق به قبیله غلزایی است، پشتونای داریم که در درانیز درانی هم شاخهای مختلف داره زیر و اینیا، ولی خب ای اشرف غنی خب با پشتون روستایی
تقریبا نه از نظر ذهنی کدام رابطه داشت، نه زندگیش با زندگی اونا یکی بود، وجه مشترک نداشت. و با دورانیا هم یک بار در یکی از صحبت‌های دیگه تان گفتیم که در مورد اونا همونو تو یک نظر داشت. مشکل دیگه ای بود که اشرف غنی با اتام کوچیان هیچ نوع همزاد پنداری با کوچیان نداشت، با کوچیان زندگی نکرده بود و نشانه بسیار واضحی از یام اونمو طرح است که در راه به نظام عادل نوشته بود که مال کوچیان با موتر انتقال کنه. و مشکل دیگه که در اون زمان بودی بود که اکثر روستاهای پشتون نشین عملا انتخابات در اون روستاها ممکن نبود. ما حتی قبل از اون در سال 2009 گزارش های وزارت داخله رسما نمی بود که در 100 ولسوالی امنیت وجود نداره و بیشتر این ولسوالی ها حتی بالاتر از 80% از این در جنوب بود. با وجود اینی فکت ها که تقریبا حتی اگر اشرف غنی را یگانه کاندید پشتون تصور بکنیم در سال 2014 اونو فکتا نشان میده که چانس از این که از جامعه پشتون رای بیاره بسیار کم بود و تنها برای ازبک خود آدم پیروز نمیشه. ای چطور فکر میکردیم که آدم به پیروزی میرسه؟ اتفاقا همین نکته هایی که شما بیان کردین همگیشان بر من و بر ما در اون زمان اینا از زمان متغیرهایی بودن که پیروزی ما را محرز میساخت. اتر احساس میکردیم که ما یک میدان داریم که این میدان اینی واقعیت ها را در خود دارد که قد از اینا شما میتونین کار بکنین. جامعه پشتون یکی از جاهای است که شما از اونجا رای میگیرین و با خصوص مثلا منتالیتی جامعه پشتون خیلی مهم هستن، رای واقعیش بذارین. بعد از اون مثلا ما چی کار کرده میتونیم که با محوریت اشرف غنی احمدزی و یک کار بسیار هوشمندانه مدنی که صورت میگیرد رای اقوام و جامعه غیر پشتون را هم پشت سر اشرف غنی احمدزی بیارن. و من چالنجی که برای خود میدونستم دقیقاً همین بود. یعنی من میدونستم اشرف غنی خودش هست که مسئول از است که رأی جامعه پشتون رو بگیره، چگونه میاره به ما زیاد مهم نبود، ولی برای من مسئله ای بود که ما چگونه میتونیم مثلا رأی جامعه هزاره، ازبک، تاجیک اینا را فراتر از حتی جبهه بندی های سیاسی شان برای اشرف غنی به عنوان یک چهره مدنی، یک چهره که میتونه ممثل یک افغانستان جدید باشد، یک تحول جدید در افغانستان نمایندگی میکند بیاره. خب من در این بحث تو مطمئن بودیم که رای پشتون نه اشرف غنی. بله بله زمین یعنی این امین ما امیر که بر شما میگم مثلا ما خودم یک از این کسا هستم. احساس میکنم که اگر من بتونم با اشرف غنی احمدزی به توافق برسم و کار بکنم، افراد خیلی زیادی دیگر میتونن به طرف اشرف غنی بیاین. بعد هم واقع بینانه طرحهایی که ریخته بودیم هم بر ازمی بود که ما رای های بسیار خوب را جامعه غیر پشتون بگیریم. مثلا ما واقعا میگفتیم که از هزاره ها رای جامعه پشتون استاد، رای جامعه پشتون چطور مطمئن بودیم که میای به اشرف غنی؟ بله ببینین رای جامعه پشتون همین بود که شما وقتی میبینین که یعنی کسا کاندیداهای واقعی هستن، یعنی افراد هستن که با هم رقابت میکنن به طور نسبی. مثلا آیا اگر یک دفعه اشرف غنی با کل کاندیداهای دیگر در سراسر افغانستان در میافتد، یک دفعه دیگر با زلمه رسول مثلا طرف است، یک بار به طور اختصاصی با سیاف طرف است، یک دفعه با قطب‌الدین هلال طرف است، یعنی طوری سعی میکنین با هدایت امین ارسلا طرف است. وقتی که در اینجا سعی میکنین باز هم چانس برندگی اشرف غنی احمدزی را با خصوص که ما پشت سرش باید استاچون با کارم بکنیم خیلی بیشتر میدونستم که اینا هم قطعا با برنامه های استراتژی که ضرورت داشت. ما برای این کار تقریبا 5 ماه زمان را تا ثبت نام انتخابات داشتیم و بعد از اون تا میرسیم به کمپاین های انتخاباتی. خب یک پروسه است که شما باید برین. بنابراین ما ظرفیت از این را که بتونیم در یک کمپاین انتخاباتی با مانور بسیار خوب وارد شویم خیلی بالا و برجسته میدید. احساس میکردیم که اینمی ظرفیت در سایر کسانی که مدعیان پیروزی در انتخابات هستن وجود ندارد. حتی یک مثلا جامعه پشتون رو بگذارین در این طرف دیگر دکتر عبدالله رو تصور میکنیم که با تمام کسانی که پشترشان احساس میکنیم که از لحاظ مانور تبلیغاتی ما بسیار یک مقابله بسیار خوب را با دکتر عبدالله و تیمش کرده میتونیم. ما میتونیم مثلا آقای کرزی رو سر جایش بشانیم، ما مثلا میتونیم آدم های مثل سیاف یا قطب‌الدین هلال یا هدایت امین ارسلا یا کسان دیگر که میاین، خب اینا کسایی بود که نامشان گرفته میشد، یا زلمه خلیلزاد را ما میتونیم مثلا در درون جامعه در برابر از نو یک کمپاین بسیار خوب کنیم. خب ناشی از همو اعتماد بود که ما بر کار خود داشتیم و احساس میکنیم خب رقابت انتخابات هست، در رقابت انتخاباتی طبعا حریف داریم، ما مثلا کسانی داریم که با ما مقابله میکنن، ولی ما هم در این رقابت کوتاه نمیایم، بسیار زمینه داریم. اگر تو ببینیم استاد خود بودین الهول یک رای حزبی داشت در اون زمان، آقای عبدالرب رسول سیاف قشر مشخص مذهبی
به او رای میداد، چون شعارهایش مذهبی بود، بر از اونا جذابیت داشت و کدام سوالی هم در مورد ایمان دینی و این مسائل عبدالرب رسول سیاه وجود نداشت. واضح بود که او به کدام ایدئولوژی است. اونو بحثی که شما کرده بودین، انقطاع بین جامعه پشتون و قدرت پشتون، اونو جامعه مذهبی را او میتونست مثلا جذب کنه. اشرف غنی نه متعلق به کدام خاندان سیاسی مشهور بود، نه برش کدام حزب به میراث مانده بود و نه یه تا زندگی کرده بود در بین مردم عام. سالها در بیرون از کشور بود. با توجه به کدام فکتا شما فکر میکردیم که پشتون میاد به طرف اشرف غنی؟ همین چیزا رو که شما میگه، مثلا حالا فعلا بعد از اینکه از انتخابات گذشتیم، شما باید بر ما حق بدیم که همین نشانه هایی رو که ما برای اینکه اشرف غنی رای میبرد و اشرف غنی آخرش رئیس جمهور میشه در ارک میرن، پس شناخت ما بهتر بوده، نه شناخت کسانی که اشرف غنی رو با نگاه منفی سیر میکردن. درست عملا حالا اینو تو سیر کنیم، مثلا حالا بعد از 8 سال و 9 سال تصور کنیم که خب ما یک چیز را فکر میکردیم، شما یک چیز دیگر، کریم یا موسی یک چیز دیگر فکر میکردن، ولی ما احساس میکردیم که اشرف غنی برنده میشه و میگفتیم که ما میتونیم پوزه سیاف را هم به اصطلاح به تعبیر انتخاباتیاش به خاک بمالیم، ما میتونیم مثلا آقای کرزی را هم تابویش بشکنانیم، ما میتونیم مثلا قطب‌الدین هلال را هم پس بزنیم، زلمیر خلیلزاد را هم پس بزنیم از این کار. خب اینا پکت های بسیار قوی قوی بودن و اتفاقا همین کار اتفاق افتاد. یعنی ما در حول محوریت مثلا انتخابات اشرف غنی احمدی تمامی می چهره های پشتونی را همگیشون را به حاشیه راندیم و تقریبا همگیشون آمدن و پشت سر اشرف غنی ایستاد شدن. بس یعنی ما حداقل شناخت دقیق داشتیم و اینی برداشتی که میکنیم که بله سیاف هست، ولی اینی خلاهای سیاف هست، از اینجا میشه کار کرد. اینی قطب‌الدین هلال است، از اینجا میشه خلش کار کرد. زلمه خلیلزاد از اینجا میشه مثلا مهار کرد، یا تا زلمه خلیلزاد میتونیم به پکت خود بیاریم. خب اینا کارهایی بود که ما داشتیم. عین همین کار ما مثلا در جامعه غیر پشتون میکردیم. اینطور فکر نمیکردین استاد در کتاب تانا این موضوع نامده؟ در اون زمان چی بود؟ خب در افغانستان ایالات متحده امریکا حضور نظامی داشت و حضور مالی و همه چیز، و اصلا جمهوری اسلامی آیاتش وابسته به امریکا بود، جمهوری اسلامی افغانستان، و این در اون زمان همگی میدانستن و ایالات متحده امریکا در اون زمان اون نقشی را در افغانستان بازی میکرد که استبلشمنت در پاکستان بازی میکنه. بله. شما تو حتما به این نظر بودین، حتما دیگه با توجه به این، چون تجربه زیاد داشتین شما، میدانستین که اشرف غنی با ظرفیت‌های درونی خودش قادر به موبلایز یا بسیج جامعه پشتون نیست، اما کاندید آمریکاست. بله دقیقاً. یه هم شما میگن، یعنی شما وقتی که متغیرها رو گپ میزنین، این متغیرها رو کنار هم میذارین، اینا با هم تاثیر میگذارن. من اتفاقا یک سفر باز در امو زمان ها در آمریکا داشتم، در یک سری از جلساتی در اینجاها اشتراک میکردم، در یک کنفرانس سالیانه دانشگاه ییل آمدم. یک زمینه برای من بود که بتونم در بیرون از افغانستان، در آمریکا هم، در بین دوستان خود اینجا کسانی که هستن نظرسنجی کنم و حداقل تبلیغ کنم برای زنمی کار خود. این اون زمان بود که ما انتخاب خود در افغانستان کرده بودیم، اینجا آمدیم با افراد مختلف در مثلا بله در اینجا هم کسان زیادی بودن که اشرف غنی احمدزاده را به خاطر نوهاو بودنش، ما یکی از دوستان بسیار خوبی را داشتم میگفت که he pretends to know everything، بر من خیلی تعبیر جالب بود. he pretends to know everything یعنی وانمود میکنه که هر چیز میداند، در حالی که میدون خودش هم میفهمه که هیچ چیز نمیفهمه. خب ما با همچون آدمهای طرف بودیم، ولی خب میدونستیم که اگر آمریکا هم در ختم روز خواسته باشد یک انتخاب بکنه در افغانستان، به عنوان یک گزینه مثلا از کی حمایت میکند؟ آیا واقعا از زلمه رسول حمایت میکند، از قطب‌الدین هلال، از سیاف، از هدایت امین ارسلا، یا از دکتر عبدالله، یا از اشرف غنی احمدزاده؟ به طور طبیعی احساس میکردیم که با تمام این برداشت‌های منفی که نسبت به شخصیت اشرف غنی در آمریکا وجود داشته باشد، اشرف غنی احمدزاده قدرت از این را که بتونه ذهنیت آمریکایی را اقناع بکند خیلی بیشتر دارد تا سایر حریفانش. خب اینا هم طبعا تاثیر خود میگذاشت و ما هم چون انتخاب خود کرده بودیم بر اساس مو واقعیت های افغانستان، خب در این زمینه ها کار میکردیم، از هایی که نفوذ داشتیم خب استفاده میکردیم. خب من یکی از اون کسایی بودم که چون قضیه قول داده بودم و گفته بودم از تمام ظرفیتی که داریم برای حمایت از تو و برای پشتیبانی از تو کار میگیریم. خب رای خود رفتیم. اتفاقا وقتی این عوامل در کنار هم دیگر قرار گرفتن، پیروزی اشرف غنی احمدزاده را حتی از لحاظ تبلیغی برای مخالفانشان به یک مسئله بسیار جدی تبدیل کردن. خب حالا برخی از نکته هایی که ما داریم به نظر میرسد خب اینا هم تأثیر خود دارن که اشرف غنی احمدزاده
بیشتر ظرفیت منفیش بروز کرد رفتک نه اون طرح که ما رفته بوده. مثلا ما احساس میکنیم که اگر آقای خلیلی از هزارها در پهلوی اشرف غنی احمدزی باشد و یونس قانونی از جناح تاجیک ها باشد و ما بتونیم یک مانور بسیار خوب را در ظل رهبری یونس قانونی در بین تاجیک ها داشته باشیم، اینا نقطه های هستن که به تعدیل قدرت در افغانستان کمک میکنن. در شاید امرالله صالح یعنی می نقش بازی کرده نمیتونه، یا مثلا فهیم خان نقش بازی کرده نمیتونه، اون زمان البته فهیم خان زنده بود، یا مثلا یعنی البته نمیتونستم که در انتخابات اشتراک کند، ولی به هر صورتش، یا مثلا خود دکتر عبدالله یعنی نقش تعدیل کننده را در سیاست افغانستان بازی نمیتونه، ولی قانونی میتونه. بنان ما احساس از این داشتیم که زمینه های زیادی برای مانور دادن در عرصه انتخابات افغانستان داره، اما یونس قانونی نیامد و برای من یعنی مهمترین شکست در کارهایم همین بود که از چهره مثل یونس قانونی محروم شده. به خاطر از اینکه اگر یونس قانونی میامد سخن گفتن ما آسان‌تر میشد و طبعا اشرف غنی وقتی احساس میکرد که میتونه در یک جبهه مثبت حرکت کنه. بعد مثلا وقتی که آقای دوستم هم آمد، باز هم ما پسان ممکن است بیشتر گپ بزنیم، احساس میکردم که هنوز هم ما ظرفیت عزیز رو داریم که هم قدرت جنرال دوستم را، قدرت اجتماعیش را برای پیروزی در انتخابات داشته باشیم و هم بتونیم یک سری کارهای دیگر را بکنیم که جامعه تاجک یا ذهنیت عمومی جامعه تاجک را هم پشت‌سر خود داشته باشیم، ما به طرف بحران، به طرف انقطاب قومی نرویم. مثلا در صحبت‌های قبلی خود یاد کردیم که مثلا یک از سرهای من بود که خب ما باید پست سر محکمه را برای جامعه تاجک بیخی از ابتداش اعلام بکنیم و بگیم که اگر ما در اینجا میریم یعنی تیکت انتخاباتی ما بله این نقصی سر دارد که ناشی از امو ساختار قانون اساسی پیشبینی کرده، ولی ما میدانیم که مثلا در این جامعه حساسیت ها چی هستن و ما به احترام به جامعه تاجک مثلا این قدرت از ابتدایش بیخی نمادین در این نگاه میکنیم که البته خب چهره های بسیار شایسته و شخصیت های برازنده هم وجود دارد که قدرت را تمثیل کند. اینا نکته هایی بود که اشرف غنی وقتی که طرح میکردیم، چون نیت مبارزه بود که ما به طرف ثبات بریم، به طرف حل بحران افغانستان بریم، اشرف غنی مخالفت نمیکرد، اینا رو به عنوان گزینه های معقول و عملی میدید که میرم. خب چیزی نبود که حتی پشتون ها قدش مخالفت کند، یا تاجک یا ازبک ها یا هزاره ها. دومین شکسته که برای ما اتفاق افتاد وقتی که جنرال دوستم هم آمد، مطرح شدن آقای دانش از طرف آقای خلیلی بود. آقای خلیلی به یک رکن از توافق خود قدما عمل نکرد. قرار ما برازی بود که ما در کنار اشرف غنی احمدزی یک چهره رو بیاریم که ظرفیت کار کردن با اشرف غنی رو داشته باشد و ما بتونیم در کنار از او فرصت هایی را که برای حرکت مدنی در افغانستان هست بارور بسازه. وقتی که آقای دانش آمد تقریبا بر من مثل زی بود که ما یک کلوخ میمانیم از آب تیر میشیم. من باز هم واقع بینانه مخالفت نکردم، در روایت اگه انتخاب هم میره آوردم، با وجودی که برای من بسیار سخت بود، یعنی واقعا پذیرفتن از اینکه ما میتونیم قد آقای دانش به دلیل شناختی که داشتم نزد لحاظ شخصیتیش مثلا بین اون یک فرد که انسان بسیار شریف هستن، ولی من در دانش ظرفیت سیاسی زیرا که بتونه با آدم مثل اشرف غنی احمدزی کار بکنه و افغانستان رو به طرف ثبات ببره، ثبات دموکراتیک، نمیدیدم. خب بعد هم که دانش آمد تمام نیروی خود را پشت سرش گذاشتیم که ما با اجتماع ایده از روشنفکران، از تحصیل کرده ها و استادان دانشگاه بیاریم این خلا رو در دانش پر کنیم که دانش هم از لحاظ روحی روانی خود احساس حمایت بکنه، یک مقداری در تزلزل نیفتد و هم از لحاظ فکری کمک بکنیم درک کند و پیش برد. خب ما اتاق فکر تشکیل کردیم، اتفاقا چیزی در حدود 60-70 نفر از استادای دانشگاه همگی به حمایت از آقای دانش آمدن که یک پیروزی کلان بود، اما چون محوریت از این حرکت بالاخره در ختم روز با آقای خلیلی میرسید، آقای خلیلی بسیار یک نقش منفی و خیلی بد را در اینجا بازی میکرد، به خاطر اینکه برای آقای خلیلی مثل دیگر سیاستمداران سنتی افغانستان سیاست هیچگاه از محوریت فردیش بیرون نشد، هیچگاه احساس زمیر نکرد که ما میتونیم مثلا در قالب یک نهاد سیاست بکنیم، نه احساس زمیر نکرد که ما میتونیم با یک رویای بلند سیاست کنیم. باز همو سیاست فردی میدید، خود رقیب آقای محقق میدید، مثلا بعد از اون در درون حزب خود آقای دانش را همیشه مراقب ازی بود که از تحت کنترلش بیرون نشود و تمام امکانات در حزبش باقی بماند. بسیار خاطره های تلخ را داریم از برخورد افرادی که در کمپاین آقای خلیلی در تیم اشرف غنی احمدزی داشتن که بر من همگیش سخت بود، ولی اینا در مجموعش نتیجهش چی شد که ما جبهه اثرگذار خود از سر اشرف غنی احمدزی را در نقطه محور نگاه بکنیم و ظرفیت های مثبتش را باز کنیم، اینمی چانس را ما از دست دادیم. در نتیجه او طرف نیروهای منفی نفوذشان سر اشرف غنی زیاد شده.
مثلا اشرف غنی وقتی که دید که واقعا قد تاجیکا راه رفتن نمیتونن با مخالفت مواجه شد، ناگزیر عقبه خود در بین پشتونهای افراطی بیشتر پر کرد. وقتی که دیده که از جناح آقای خلیلی مثلا کسانی نیستن که بتونن قضیه کار کنن، مانع بودن، مثلا بسیار از افراد هم که بودن واقعا قوی وارد عرصه انتخابات نشدن، خب ناگزیر راه برای آدم‌های مثل جیز زایر قدیر و خصوص برای آدم بسیار خطرناک مثل اتمر باشه. من یعنی پیش از او کردیت های برای اتمر قائل بودم، حتی یک از تعبیراتم همیشه بود که آقای اتمر یک از آدم‌های بسیار با تربیه در بین سیاستمداران یا به اسلامی چهره های افغانستان است. تعبیر با تربیه بکنم به خاطر اینکه بسیار تکت های روابط معاشرت خود رو نگاه می‌کرد، بسیار در سخن گفتن خود. اما وقتی که من وارد کار شدم دیدم که اونمو خصوصیت ها ویژگی های شخصیتی اتمر در فردیتش با نیتی که برای خود دارد یکی از خطرناکترین چهره ها را در تاریخ سیاسی افغانستان در برابر ما قرار داد. بسیار ذهنیت مافیایی اینجوری داشته و بسیار آدم توطئه اندیش بود، هیچگاه به کار تیمی به معنای کار شفاف باور نداشت، سطح سوادش به معنای واقعی کلمه این سواد که بتونه درک کند مسائل خیلی پایین بود، سوادش بیشتر سواد مدیریتی اجرایی بود و به همه خاطر بازیهای را که راه مینداخت بازیهای بود که تا میتونست توطئه میکرد، تا میتونست همین توطئه به معنای نظامی که مثلا نقشه های پنهان راه بندازه و آدم ها را تکی تکی به هم وصل بکند و تکی تکی مقابله کند. گاهی حتی برخی تعبیرات بسیار زننده را خودش استفاده میکرد که برای من اون زمان ها جنبه شوخی داشت، ولی خب احساس میکردم که این آدم است که به طنز این گپا رو میگم. مثلا گاهی یادم میاد خب ما لغمانی هستیم دیگه، ما خب لغمانی هستیم، یا مثلا این گپ رو من گفتم خب ما میدونیم که ما لغمانی هستیم. من احساس میکردم که این شوخی میکند، ولی واقعا پسان که میدیدم که اتمر خطرناکترین نقش رو بازی میکرد به خاطر اینکه جز منفعت شخصی و فردی خود چیز دیگر نمیاندیشید و در تیم هایی هم که برای خود ایجاد میکرد تیمش تماما با دنبال اینمی بازی های بسیار کوتاه مدت و مقطعی بود. بعد امیر دیدم که در اثرات منفیش در حزب حق و عدالت هم ظاهر شد، تقریبا تمام حزب خود افراد را که به هر حال در مقایسه با احزاب دیگر در افغانستان با بسیار آرمان های بلند به هم جمع شده بودند، اساسنامه بسیار خوبی داشتند، طرحهای بسیار خوبی داشتند، اینمی حزب را پاشان کرد، اینمی حزب را تبدیل کرد به بستر برای حرکت های بسیار خطرناک استخباراتی، مثلا امنیت محور فاشیستی حتی اینطور گفت. خب برای ما باز آمدن اتمر در کمپ اشرف غنی احمدزی از این لحاظ هم بسیار زیانبار تمام شد و یه هم دلیلش همی بود بیشتر که ما متاسفانه عقبه خود را برای ازی که تاثیرگذاری مثبت کنیم نداشتیم. میتونم نبود که مثلا اتمر قابلیت مهار کردن نداشت، اما وقتی که از این طرف ما عقبه بسیار ضعیف داشتیم و کسی در اینجا وارد کار نمیشد، میدان برای حرکت های منفی اتمر بیشتر باز شده بود. آدم های مثل احدی وارد شدن در کار، مثلا پسان مجددی وارد شد در کار، نیروهای سنتی حتی کوچی هایی که آمدن، بعد هر کدام از اینا سر تقویت کردن بود منفی ظرفیت اشرف غنی احمدزی تاثیر گذاشتن. یعنی شکست ما در حقیقت این تو باز هم مثل کار من قد اشرف غنی احمدزی باز هم یک چرخی بسیار دراز مدت و مداوم داشته که یکی منجر شد تا یک بالاخره در جای رسیدیم که متاسفانه باید اعتراف میکردیم که دیگر کار نمیتونیم. اگر در اون زمان میفهمیدین به یقین، فقط به یقین میفهمیدین که اشرف غنی کاندید امریکا نیست، امریکا همکاری امروش میکردین؟ نه خیر. اگر من به خصوص یک محور بسیار کلان به خاطر از اینکه احساس زیر داشتم که مثلا خب بالاخره آمریکا به دلایل بسیار باز هم واقع بینانه در افغانستان نفوذ داره، شما نمیتونید از آمریکا بگین که میلیاردها دلار خود بده مثلا حمایت های خود در اینج بگذارد ولی سر نظام سیاسی که در این می هیچ گام نزنه. این خب به تعبیر افغانی های ما شما فقط از مولا نصرالدین آدم میتونه انتظار داشته باشه. آمریکا به طور طبیعی یعنی نقش خود داشت، ولی احساس میکنم که نقش آمریکا و حتی تاثیرات رخ میخه بگذارد با منافع دراز مدت افغانستان در تعارض نیست. من یک از این کسا بودم، مثلا منافع دراز مدت افغانستان در خط دموکراسی میدیدم، در خط ارزش‌های مدنی میدیدم، در خط عقلانیت میدیدم. احساس میکردم آمریکا منافع کوتاه مدتش هر چی باشد، اینی منافع دراز مدتش که ما را به اصطلاح در خط کلان مدنیت جهانی قرار میده به نفع افغانستان هست. بنابراین من هم هیچگاه طرفدار از این نبودم که آمریکا از افغانستان تاثیرگذاری‌های خود را کاهش بده. احساس میکنم که نه تنها آمریکا که کشورهای دیگر، کشورهای اروپایی مثلا ژاپن حتی چین، اینا نقش از اینا وقتی که در حال یک مدیریت سالم سیاسی
کنترل شود، تعدیل شود، به نفع افغانستان تمام میشه. افغانستان میتونه راه ثبات خود را، ثبات سیاسی که راه را برای توسعه باز بکند، این را سالمتر و آسانتر طی میکند. و ما در این عرصه ها تعدیل کردن سیاست افغانستان، تنش زدایی به شکل پسیفش نه، یعنی به شکل بسیار مثبتش احساس میکردم که ما راه برای زی داریم که بتونیم نقطه اتصال سیاست های مختلف در جهان باشیم. یعنی جهان احساس کنیم که ما در افغانستان همگی ما نفع خود را میبریم، زیان نمیکنیم. خوبی از حول مدیریت قدرت سیاسی میشد و برای زی که ما در این مدیریت قدرت سیاسی سالم برسیم، اولش به یک اجماع به اصطلاح به یک توافق داخلی در سطح افغانستان هم ضرورت داریم. خب نکته شما دقیق است. اگر من احساس میکردم که آمریکا از افغانستان یعنی از حمایت نمیکند و افغانستان رو به این شکل جدی نمیگیرد، به هیچ صورت از اشرف غنی حمایت نمیکرد.